اصولا نمره دادن کار دشواری هست در مورد یک شخصیتی که دوره‌های متفاوتی داشته و نیاز به داوری جداگانه داره هر کدام از این دوره‌ها، ولی من تصور می‌کنم به عنوان قدرتمندترین شخصیت در جمهوری اسلامی که نقش مهمی در شکل دادن به جمهوری اسلامی داشته، اگر جمهوری اسلامی نتیجه‌اش این هست که ما امروز می‌بینیم که آقای رفسنجانی هم خودش یکی از قربانیان این جمهوری اسلامی کنونی هست، من فکر میکنم نمره ایشون پایین تر از 5 هست. مردودن به اعتبار شما طبیعتا. خب بفرمایید که وقتی این بحث مطرح شد، آقای پایری عملا اشاره کردن که آقای هاشمی ظاهرا به اعتبار آقای حایری دچار اشتباه محاسبه بود در مورد آقای خامنه‌ای و این قدرتی که بهشون داشت منتقل می‌کرد. شما یه قضیه رو اینطوری می‌بینید و کیفیت رابطه آقای هاشمی با آقای خمینی با رابطه ایشون با آقای خامنه‌ای چه تفاوت روشن و اساسی داره؟ من داستان آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای رو تشبیه میکنم به داستان اون خرگوش و لاک‌پشت. آقای رفسنجانی بسیار به خودش اعتماد به نفس داشت و فکر میکرد انقدر زیرک هست که میتونه بگیره بخوابه و اون لاک‌پشت زمان درازی برای او نیاز هست تا اینکه به مقصد برسه، اما این نشان دهنده عدم درک او از منطق سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی بود. یعنی آقای هاشمی فکر میکرد چون قدرت زیادی داره، همه جا دست داره، رابطه نزدیکی با آیت الله خمینی داشته یا اینکه با سپاه خیلی رابطه نزدیکی داره، اینها کافیست برای اینکه آدم منطق قدرت رو بشناسه. به عبارت دیگه آقای رفسنجانی درک مدرنی از پدیده سیاست نداشت و از پدیده حکومت‌های مابعد انقلاب یا حکومت‌هایی که از دل انقلاب سر برمیارن و گویا تاریخ رو درست نخونده بود، اونچه که بر سر کسانی که قدرت ساز بودند در دوره‌های مختلف در کشورهای مختلف مثل انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب فرانسه و جاهای مختلف، و نمی‌دونست که شخصیت‌های مثل آقای رفسنجانی نمونه‌های بسیاری دارند در تاریخ حداقل کشورهای دیگه. صحبت‌های احمد منتظری رو در مورد چگونگی جلوگیری از حذف پدرش بشنویم و این نکته که آقای هاشمی خودش اخیراً گفت حذف آقای منتظری از قائم مقامی اتفاق بدی بود و من برای جلوگیری از آن هر کاری که لازم بود کردم اما نشد. من مخالف با حذف آقای منتظری بودم. من از زوایای دیگه و از منابع دیگه هم شنیدم که واقعاً آقای هاشمی مخالف بودن با این کار و تاکید کردن، حتی اونجا گریه کردن، گفتن خیلی اصرار کردن، مخصوصا برای پخش نشدن نامه 668 از تلویزیون خیلی اصرار کردن و نهایتا امام پذیرفتن. خب ببینید آقای منتظری شخص دوم نظام بودن، وقتی بخواد شخص دوم نظام از نظام جدا بشه، خب این اولین خسارت خود نظام میخوره. فکرم دیده بلند آقای هاشمی بوده که دیدن جدا شدن شخص دوم نظام از نظام به صلاح نظام نیست، بیشتر روی این تاکید داشتن تا اینکه بخواد رفاقت‌های شخصی با آقای منتظری باشه. آقای خلجی، آقای هاشمی ظاهرا شاگرد آقای بروجی آیت الله بروجردی بودن، شاگرد آیت الله خمینی بودن، شاگرد آیت الله منتظری بودن. این موضع‌گیریشون بهشون لطمه زد یا کمک کرد بهشون؟ این حرفو چرا آقای هاشمی الان میگه 22 سال 23 سال بعد از این حادثه و یک سال یا دو سال بعد از درگذشت آقای منتظری؟ چرا آقای هاشمی اگر اینقدر احترام داشت برای استادش برای تشییع جنازه‌اش در قم حاضر نشد؟ چرا آقای هاشمی همیشه بین اصولی که ظاهراً آدم باید بهش پاید بند باشه و قدرت سیاسی، همیشه طرف قدرت سیاسی بوده، حتی اگر گریه ای هم بر اصول کرده در خفا کرده و در علن و در جلوت و در ظاهر همیشه جانب قدرت سیاسی رو گرفته و نمونه یک سیاستمدار کاملا بی پرنسیپ و غیر قابل اعتماد است. آقای حایری بشنویم نظر شما رو و اینکه ایشون آیا همچنان جایگاه خودش رو در جامعه روحانیت مبارز حفظ کرده، شما چون اعتقادی داری؟ البته در جامعه روحانیت مبارز تهران عده زیادی از این خطبا منبریا آمدن در پست‌های سیاسی مثل ادارات عقیدت سیاسی در نهادهای رهبری هستن، باشیم مخالفن، اما اکثریت رهبری جامعه مبارز روحانیت مثل آقای امامی کاشانی، مهدوی کنی، خدمت از کنی، اونهایی که ریشه دارن مثل جمارانی، دیگران، اینا با آقای رفسنجانی هستن. بله،
سازمان سرکوبی که جمهوری اسلامی در مقابل مردم شکل داده یک بخش عملیاتی داره، یک بخش اطلاعاتی، و در بخش عملیاتی تمام سه نهاد اصلی سپاه هستند و در بخش عملیاتی هم همینطور. در بخش اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان بزرگترین نهاد اطلاعاتی و تازه تأسیس کشور زیر نظر آقای طائب فرمانده این سازمان اطلاعاتی است که نهاد اطلاعاتی خاص سپاه است و الان بزرگترین نهاد اطلاعاتی کشور است. دومین نهاد اطلاعاتی کشور یعنی وزارت اطلاعات الان در اختیار سپاه است، چون آقای مصلحی وزیر اطلاعات دولت ایشون نماینده ولی فقیه در رده‌های مختلف سپاه بودند. نماینده ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه تهران بودند، نماینده ولی فقیه در نیروی هوایی بودند و آخرین سمتش هم نماینده ولی فقیه در بسیج بوده. اطلاعات ناجا هم همیشه در اختیار فرمانده های سپاه بوده، یعنی سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا سه نهاد اطلاعاتی هستند که در سرکوب مردم مشارکت داشتند و حکومت رو ایمن کردند در دو سال اخیر در مقابل اعتراضات مردمی. هر سه تا وابسته به سپاه هستند. در بخش عملیاتی هم همینطور هست. سپاه تهران و قرارگاه سارالله که کاملا مشخص است در اختیار سپاه هست. سپاه تهران به فرماندهی سردار حسین همدانی، قرارگاه سارالله به فرماندهی خود فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی زمینی سپاه، بسیج به فرماندهی سردار نقلی که اون هم وابسته به سپاه هست، و یگان ویژه پاسداران ناجا که اون هم وابسته به سپاه هست و سردار رادان که به عنوان جانشین نیروی انتظامی رو در سرکوب هدایت میکنه، ایشون از رده های اصلی سپاه بوده. بله. بنابراین 6 سازمان اصلی که در دو سال اخیر کنترل ایران رو در دست داشتن همه وابسته به سپاه هستند و تمامی این نهادها تحت امر قرارگاه سارالله حتی 2 ماه کاملا تهران رو از دولت و تمامی نهادها تحویل گرفتن. ما الان موقعی که خارج از سپاه هم نگاه میکنیم، در سایر عرصه ها، در دولت، شهرداری، مجلس، رسانه های گروهی، بله، قوه قضاییه، ورزش، شهرداری، تمام اینها رو که نگاه میکنیم، فرماندهان ارشد سپاه یک دولت در دولت تشکیل دادن و تمام کشور رو قبضه کردن. 12 وزیر کابینه، بیش از 50% اعضای کابینه اعضای رسمی و سردارای سپاه هستند و وزیران اصلی کابینه فرماندهان سپاه هستند. برای که خیلی مصداقی صحبت بکنیم، من اسامی و سوابق اینها رو در سپاه خدمتتون میگم. آقای نیکزاد که امروز قرار است به عنوان وزیر امور زیربنایی به جای وزیر راه و وزیر مسکن و مجلس معرفی بشه، ایشون فرمانده سابق سپاه اردبیل بودن. سردار نجار وزیر کشور، ایشون قبلا عضو سپاه لبنان بودن و صنایع جنگ افزارسازی. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که عرض کردم نماینده ولی فقیه در نیرو زمینی، نیرو هوایی و بسیج بودن. مسعود میرکاظمی وزیر قبلی نفت که تا همین چند روز پیش بود، ایشون رئیس سازمان اتکا بودن و قائم مقام دانشکده مهندسی دانشگاه امام حسین بودن. صفار هرندی وزیر سابق ارشاد عضو دفتر سیاسی سپاه بودن. مجید نامجو وزیر کنونی نیرو فرمانده مهندسی لشکر 41 سارالله کرمان بودن. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد طبق اعلام رسمی سایت ریاست جمهوری عضو رسمی سپاه است. کامران دانشجو وزیر آموزش عالی عضو رسمی سپاه و قائم مقام مرکز طراحی و تولید وزارت سپاه در دوران جنگ بوده. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار رئیس سابق مرکز مطالعات بنیادی سپاه و عضو رسمی سپاه بوده. در درون دولت شما موقعی که نگاه میکنید، وزیران اصلی مرتبط با طرحهای عمرانی یعنی نفت، نیرو و راه فرماندهان سپاه بودند. اهمیت قضیه هم در این هست که این سه وزارتخونه، اونهایی که اقتصاد ایران رو با عدد و رقم میدونن، 70% شرکت‌های بزرگ دولتی در این سه تا وزارتخونه هستن. وزیران اصلی کشور دفاع و اطلاعات هر سه سپاه هستن، نجار، وحیدی و مصلحی. وزیران اصلی فرهنگی یعنی ارشاد و آموزش عالی هم وزیران مرتبط با سپاه هستن. این فقط در سطح در درون خود دولت هست. بله. اون زمانی که خود آقای احمدنژاد فرماندار ماکو بود، آقای مشایی در کردستان بنیاد اطلاعات رو بنیانگذاری کردش و مثلا آقای علی نیکزاد این استاندار اردبیل بود، آقای صادق مسئولی معاون استاندار آذربایجان غربی، که اینها مهمترین اشخاص همون حلقه اردبیل هستن که درسته که سپاهی هستن ولی بیشتر گرایش با آقای احمدنژاد دارن. دیگر کسانی که سپاهی هستند ولی گرایش باز هم به آقای احمدنژاد دارن، این اشخاصی هستند که در دوران جنگ سرداران جنگ سپاه بودند و بعد از جنگ
دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه علم و صنعت. در اون زمان آقای احمد نژاد و سمره هاشمی در عمل یک کارخانه پی‌اچ‌دی سازی در دکترا سازی در دانشگاه علم و صنعت باز کردند که رفقای دوران جنگ رو به اینها دکترا میدادند. از جمله آقای مهدی غزنفری وزیر تجارت، آقای علی اکبر مهرابیان وزیر معادن، آقای شیخ الاسلامی وزیر کار و آقای بهبهانی وزیر راه و ترابری، که اینها هم اتفاقا تمایل بیشتری به آقای احمد نژاد دارن به خاطر اون نزدیکی که با ایشون دارن. پس اعتقاد دارید که بخشی از اینها در واقع اعتبارشون مدیون آقای احمدی نژاد هستن، یه بخش دیگری مستقل. یک بخش دیگری اینها آدمهای خود سپاه پاسداران هستن و به هیچ وجه مدیون سپاه، یعنی مدیون آقای احمد نژاد نیستن. اینها اشخاص مهم سپاه هستن، مثل آقای احمد وحیدی، مثل آقای نجار، مثل آقای تقی پور، عباسی، انواری، نامجو و غیره و غیره، که از جمله آقای کاظمی، میر کاظمی که وزیر اسبق نفت بودن. اینها آدم‌های خود سپاه هستن که آقای احمد نژاد سعی بر پاکسازی اونها در داخل خود دولت داره. آقای ویسی، صحبت از سرداران سپاه در مجلس هست، این افراد چه کسانی هستند و چه نقشی بازی میکنن؟ ببینید، از اونجایی که آیت الله خامنه ای تصمیم کلیدی و استراتژیک گرفتن که نهادهای کلیدی و حساس کشور رو به سپاه و نیروهای خودی نزدیک به ایشون بسپارن، تصمیم گرفته شده که مجلس، حتی با وجود این که دیگه مجلس ضعیفی هست در ایران، تا اونجایی که ممکنه به افراد خودی و از جمله اعضای سپاه واگذار بشه. اما این روند واگذاری یکیش قبل از ورود به مجلس است، یکی بعد در حین فعالیت خود مجلس. قبل از ورود به مجلس در 4 مرحله صورت میگیره: چینش نامزدها با دخالت سپاه، استفاده از امکانات و نیروهای سپاه برای رقابت‌های انتخاباتی، دخالت در روز انتخابات از طریق بسیج، سر صندوق، هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت به ویژه بسیج مساجد، و نهایتاً در پروسه‌ای که نامزدها به مجلس راه پیدا می‌کنند. اما نامزدهایی که به مجلس راه پیدا میکنن، اگر بخوایم مستاقی صحبت کنیم، الان ببینیم چقدر از مجلس در اختیار سپاه هست. من در تحقیقات و پژوهشی که انجام دادم به نتایجی رسیدم که میتونم عیناً خدمتتون بگم. ببینید، رئیس مجلس قبلا رئیس ستاد کل سپاه بوده، آقای علی لاریجانی در دهه 60 ایشون مسئول ستاد کل سپاه بود. رئیس دفتر مجلس سردار سرتیپ محمد جعفری، ایشون هم از فرمانده‌های سابق سپاه در عراق بودن و حتی از ایشون به عنوان فردی نام برده میشه که در قضیه ترور قاسملو، دبیرکل پیشین حزب دموکرات، طرف مذاکره قاسملو بوده و متهم هست به دخالت در این ترور. از دیگر نمایندگان مهمی که عضو سپاه هستن، سردار سرتیپ محمد کوثری است، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که قبلا فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله تهران و رئیس اداره امنیت ستاد کل فرمانده کل قوا بودن. سردار سرتیپ پرویز سروری هست که فرمانده سپاه بسیج ناحیه مالک اشتر در غرب تهران بودن. سردار سرتیپ محمد کرمی راد هست، نماینده کرمانشاه، که فرمانده قرارگاه رمضان بوده و فرمانده لشکر 11 امیرالمؤمنین بوده. سردار سرتیپ غلامرضا کرمی نماینده کرمان هست، فرمانده سابق سپاه کرمان بوده، فرمانده لشکر 41 سارالله و فرمانده بسیج کرمان بوده. سردار سرتیپ عزیز اکبریان نماینده کرج هست، فرمانده سابق سپاه کرج و سپاه شرق تهران بوده. علیرضا زاکانی نماینده تهران هست، فرمانده سابق بسیج دانشجویی بوده و قائم مقام اطلاعات عملیات لشکر 27 رسول الله تهران. محمد دهقان نماینده ترقب و چناران از مسئولین سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بوده. سید احمد آوایی هست، نماینده دسفول، فرمانده و مؤسس سپاه دسفول و قائم مقام سپاه لبنان بوده. یوسف قاسمی هست، نماینده لاهیجان، فرمانده سپاه و استاد دانشگاه امام حسین سپاه. محمود احمدی بیغش هست، نماینده شازند، سرهنگ پاسدار بوده. سید علی آقازاده دافساری رشت، نماینده رشت و فرمانده سابق نیرو انتظامی رشت بوده. علی رحمانی فضلی هم هست که رئیس دیوان محاسبات مجلس هست، ایشون از فرمانده‌های سابق سپاه بودن. پس به نظر میاد بخش عمده‌ای از نماینده‌ها فرماندهان ارشد سپاه هستند. فردا نگاهی خواهیم داشت به نیروی قدس سپاه، نقش اون در تحولات منطقه و تلاش رژیم برای نفوذ در اپوزیسیون. از جمله ویژه برنامه مورد علاقه شما محمد رضا مدحی کیست. فیسبوک و وبلاگ برنامه رو فراموش نکنید.
تا فردا و افق دیگر.